غزه در آستانه فروپاشی، در سراسر این باری که هیچ جای امنی وجود ندارد و نمیتوان از آن خارج شد. این صحبت های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل است که نسبت به عواقب فاجعه بار عملیات زمینی در مقیاس بزرگ هشدار داد. بمباران زیرساخت‌های مخابراتی غیر نظامیان را در خطر جدی قرار می‌دهد. آمبولانس‌ها و تیم‌های امدادی دیگر قادر به یافتن مجروحان یا هزاران نفری که تخمین زده می‌شود هنوز زیر آوارند نیستند. غیر نظامیان دیگر نمی‌توانند اطلاعات به‌روز دریافت کنند. اطلاعات در مورد اینکه کجا می‌توان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی داشت و در کجا ممکن است در خطر کمتری باشند. بسیاری از روزنامه‌نگاران دیگر نمی‌توانند در مورد وضعیت گزارش دهند. قطعی اینترنت در غزه که اکنون با کمبود مایحتاج اولیه از جمله آب، غذا و لوازم بهداشتی ترکیب شده، ساکنان و آوارگان در این منطقه جنگی را به شدت تحت فشار قرار داده. مردم اینجا ترسیدن. اونها فکر میکنن که اساساً اسرائیل میخواد نوار غزه را حذف کنه یا همه را در غزه خواهد کشت. مردم به دلیل قطع راه‌های ارتباطی و اینترنتی این فکر رو میکنن، اتفاقی که قبلاً هرگز با اون مواجه نشده بودن. ما در مورد 2,300,000 فلسطینی صحبت میکنیم که نمیتونن به همدیگه دسترسی پیدا کنن یا با جهان بیرون ارتباط داشته باشن. البته تصویب قطعنامه سازمان ملل برای آتش بس و کمک رسانی بشر دوستانه که ابتکار عملی از سوی کشورهای عربی بود، مردم را تا حدی امیدوار کرده. اما با گسترش حملات اسرائیل، حاکمان غزه در مورد وخامت وضعیت انسانی هشدارهای جدی می‌دهند. نحن نطالب ما از جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی و اسلامی خواستار اجرای فوری تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای ارسال سوخت، کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی برای غیر نظامیان هستیم. این قطعنامه را یک پیروزی برای مردم فلسطین می‌دانیم. در عین حال بر اساس برخی تصاویر منتشر شده توسط ارتش اسرائیل، حماس حدود 500,000 لیتر سوخت برای ادامه نبرد ذخیره کرده. همچنین گزارش‌های متعددی از وجود شبکه‌های زیرزمینی در غزه به مساحت نزدیک به 500 کیلومتر منتشر شده. اسرائیل میگوید این تونل‌ها یا اصطلاحاً متروی غزه در زیر مراکز عمومی و بیمارستان‌ها ساخته شده تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادامه فعالیت در چنین شبکه گسترده‌ای در اعماق زمین مستلزم صرف مقادیر قابل توجهی از انرژی است. بهنود نورپناه، لندن.